دوستان سلام، وقت بخیر. در این قسمت رادیو محتوا که خدمت شما ارائه میشه، میخوایم انواع مختلف معلمه ها رو بشناسیم و مستقیما مقاله رو براتون ترجمه بکنیم در مورد اینکه تیپ های معلمه ها رو بشناسیم. دو تا تیپ داریم معمولا از معلمان، تیپ B و تیپ A. ممکنه برای هر کسی هم باشه این مورد، ولی خب 34 موردی که یک معلمی که نوع بی هست داره اینها هستند. شماره یکیش اینه که برگشته گفته معمولا معلم های تیپ بی از مارکرها و نشانگرها اصلا کنن برای کارشون استفاده نمی کنند و ترجیح میدن مطالب رو همین شکل به ذهن بسپارن. اینجا هم گفته 30% معلم ها این کار رو انجام میدن، یعنی مارکر. بعد قسمت دوم گفته که معلم ها این نوع تیپ روزهایی که اون چیزی که تو برنامه شون هست توی آخر هفته، انواع مختلفی از برنامه ریزی ها، تمیز کردن مثلا کارهاشون، نمره دادن، طرح درس، سازماندهی و کار کردن و آشپزی و غیره است، ولی در عمل میان فیلم نگاه میکنن، استراحت میکنن و زمان رو میگذرن. بعد خب البته خب سال اینها ماه کاریشونه، ما دقیقا نمیدونیم، ولی اینجا مثلا گفته تو ماه آگوست شما خیلی کار برای انجام دارید نسبت به معلم های تیپ آ. خب سازماندهی کارهاشونو حتما، یا مثلا شاید پوشه کارها یا همچین مسائلی داشته باشن. در این قسمت هم اشاره کرده که شما یک مقدار اطلاعاتتون در این زمینه شاید آگاه باشید و بدونید که چه زمانی اصلا بخواید نبرد رو آغاز کنید و چه زمانی بخواید نیدتون رو جای دیگه استفاده کنید. از لحاظ زمانی شما میگه که نبرد رو به مدادها باخته اید، یعنی خب حافظه ای اونها مدادها، در واقع اینه که شما بهتره که این کار رو به تو دفترتون انجام بدید و اطلاعاتتون رو تو اون دفتر انجام بدید تا اینکه بخواید با حافظتون اکتفا بکنید. شماره 6، معمولا این تیپ از معلم ها کپی هاشون رو زودتر، یک هفته زودتر انجام میدن در کار، اما وقتی به اون هفته میرسن میبینن که اون کپی ها اشتباه بوده. شماره 7، خب این معلم ها یا شاید این تیپ آدم ها کلن، من هم شاید جزشون باشم، میگن هی پسر گوشیمو کجا گذاشتم. شماره 8، و خب کشورهای مختلف برای کاراشون در واقع کوپن کپی دارن، یعنی مجاز هستن مقدار خاصی رو کپی بکنن اطلاعاتشون رو، برای همین معمولا کوپن هم کم میارن در طول سال تحصیلی برای چاپ. و اگر قضیه به مدال دادن باشه، خب قطعا تیپ بی ها مدالی نمیگیرن و همیشه در المپیکا حذف شده هستن. خب شاید من همینطوری باشم. شماره 10، مدیریت زمان و مهارتشون رو خیلی ضعیف انجام میدین و قطعا این در آینده برای ما مشکل ساز خواهد شد. 11، و شاید یه دفعه بخوایم ظاهرا نشون بداده شه که خیلی کار خوب بوده، ولی خب تابلو اعلانات چیز دیگه ای رو میگه. میگه شماره 12، این داستانی که همیشه با خودتون هم میکنید، کلاس آشفته و کلاس در هم بر هم همیشه جاییه که اتفاقات عجیب و جادویی میفته. شماره 13، در این قسمت هم میگه مهم نیست که در طرح درستون چه زمانی رو در نظر گرفته باشید، همیشه اشتباه در میاد از آب. که 10 مثلا تو این برنامه نمیشه 10 تا 10 رو برنامه درسی منه، ولی اون چیزی که اتفاق میفته 10:35 دقیقه است، بعد بچه ها میفرستیم خونه و بقیهش میاد تو ماه بعد. شماره 4، وقتی میگه شماره 14، شما دانش آموزتون رو میگیرید، دانش آموزها رو، یعنی شاید حالا منظورش دقیقا نمیفهمم یا اینکه اصطلاح رو برده، ولی کلا اینجا اومده گفته که دانش آموز مثلا میگه آقا باید چیکار کنیم ما، یا مثلا استاد باید چیکار کنیم، معلم میگه تکلیفمون چیه، میگه رو تخته نوشتم، و در قسمت بعدی میگه معلم میگه چه کاری باید، چه فعالیتی باید برای جلسه انجام بدیم، و اون شخصی که ادمین معلم ها هست میگه که فرستادن براتون توی ایمیلتون. در قسمت 15،
باز اشاره کرده، خب به جنگ که داره اشاره میکنه، استراتژی رو داره نشون میده که میگه شما هنوز همچنان دارید با مداد مبارزه میکنید. خب مشخصه چه که حالا اینجا اشاره کرده که مثلا مدادش رو نوکش رو تیز نکرده و فراموش کرده در قسمت 16. بعد این نوع معلم ها و این نوع انسان ها معمولا میلیون ها چیز تو مغزشون در حال حرکت، مثل کامپیوتری میمونه که 500 تا پنجره ویندوزی باز باشه دوره بر. آموزش های جالبی تو کلاس شما اتفاق میفته که اغلبش باعث تعجب و اتفاقات جالب خواهد شد. 18. یه ماشینتون پر از آتش‌خالایی که بعد همراه خودتون این برابر کنید. خب کسانی که ماشین هم نداشته باشن دیگه حتما توی دفتر میمونه کاراشون. شماره 19. این هم نشان دهنده یک نوع از میزهای یا پوشای کلاسیشون هستش که یه سریشون میخواید مثلا حالا جدا کنید، تفکیک کنید، جالب باشه براتون، ولی خب همش دفعه در هم میشه و رو هم دیگه قرار میگیره. میگه خب معلم‌ها معمولا تو این تیپ عادت دارن که خیلی راحت بیان و خیلی راحت برن. 60%شون با دمپایی ابری، 30%ش هم این شکلی، و حالا بقیه هم البته خب شوخیه که در این زمینه داره میکنه، ولی خب روی راحتی کار داره صحبت میکنه. شماره 21. صحبت کلیش ناراحتیه که بچه ها دارن از اینکه شنبه قراره برن مدرسه، ولی خب این معلم ها همیشه ناراحتن از اینکه برن مدرسه. شماره 22. میگه دوست دارید دزدکی کپی کنید، زمانی که کوپن های کپیتون تموم شد دیگه احتیاج دارید که از طرق دیگه که حالا اینجا معاملات غیر ممکن رو مثال زده استفاده کنید و کاراتون رو پرینت کنید. میگه خب خیلی اوقات هستش که شما مطمئنید که یه کار اشتباهه ولی باز انجامش میدید. شماره 24. میگه بعضی اوقات هم شما از احساس میکنید در جایی هستید ولی احساس میکنید در بیرون اون منطقه قراره یه چیز جادویی اتفاق بیفته و چیز جالبی در اختیارتون باشه، مثل همین شهر اوز، ولی خب برخلافش عمل میشه و ثابت میشه. معمولا آدم خوششون نمیاد از جلساتی که در آغاز مدرسه قرار داده میشه و صحبتی که قرار داده میشه. خب از یه فیلمی مثال زده که برای ما زیاد مانوس نیست. میگه شما دوست ندارید شلوارهای دکمه دار رو، خب زیپش بهتره دیگه، راحت تر آدم. شماره 27. میگه معمولا شما لباس بکاپ هم در واقع پشتیبان هم برای خودتون نیاوردید که در طول کلاس یا بعدش اگه دفعه دید اشکالی پیش اومد، پاره شد، چیزی شد، بتونید استفاده کنید. شماره 28. زمانی که تدریستون دقیقا مثل طرح درستون میشه، احساس میکنید که ممان ملکه زیبایی انتخاب شده و خیلی لذت میبرید. شماره 29. میگه شما وقتی سعی میکنید که مثلا ساعت 3 بعد از ظهر، 3 صبح این طرح درستون آماده کنید و طرح درستون هنوز آماده نیست. شماره 30. میگه زمانی که کارهاتون رو فراموش کردید، لیست کارهاتون رو انجام فراموش کردید، همچین سورپرایز نمیشید و میگید خب حتما چیز خاصی نبوده. شماره 31. شما اکثرا در چالش بیدار شدن هستید و معمولا هم دیر بیدار میشید. شماره 30. شما میگه معمولا فراموش میکنید از این که تقویم رو جابجا کنید، یا اینکه مثلا میگه معلمی به دانش آموزاش داره میگه که دارم کنید من چجوری تقویم رو عوض کردم، سریع چک کنید بچه ها. بعد بچه ها میگن که نه فراموش کردید که تقویم رو عوض بکنید. و در مرحله 33 میگه شما مطمئن نیستید که دقیقاً رنگ میزتون به چه صورته، ولی در شماره 34 اینها معمولاً به جای اینکه رنگ تو ذهنتون باشه، اینها زیاد این مدل رو زیاد میبینید بالای میزتون که شکلهاشن کشیده انواع مختلف وسایل رو میزه. این تیپ بی بود، ممکنه بگم شوخی بود ولی خب جالب. مرسی، ممنون، خدا.